فعالان مدنی در هرات با حمایت از نیروهای امنیتی حملات پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کردند. همایشی که به منظور حمایت از نیروهای امنیتی در هرات برگزار شده است، فعالان مدنی و مقامهای محلی هرات شرکت کردند. والی هرات نیز از حمایت همجانبه مردم از نیروهای امنیتی پشتیبانی کرده میگوید پاکستان همواره مانع انکشاف و تأمین امنیت در افغانستان شده است. همکارم حسین نیکخواه گزارش می‌دهد. در پی تجاوز نیروهای نظامی پاکستان بر خاک کشور و درگیری این نیروها با نظامیان افغانستان در منطقه مرزی اسپین بولدک ولایت قندهار، اکنون شماری از فعالان مدنی هرات در این همایش اشتراک کرده و این اقدام کشور پاکستان را به شدت نکوهش می کنند. افرادی که در اینجا گرد آمده اند با پاکستان هشدار می دهند که دوشادوش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور آمده اند از خاک افغانستان دفاع کنند. مردم افغانستان مردمی هستند که به همون صورت که جوان مردانه جواب اتحاد جماهیر شوروی وقت دادند، با هر زورگو و متجاوز پاسخ دندان شکن خواهند داد و در مقابل پاکستان هم ایستادگی خواهند کرد. این شماره از فعالان مدنی هرات کشور پاکستان را متهم به تجاوز نظامی به خاک کشور کرده و ایستادگی نظامی پوشان کشور در برابر پاکستان را ستایش می کنند. به باور اینان کشور پاکستان با پشتیبانی از شورشان مسلح مخالف حکومت تلاش می کند در افغانستان آتش جنگ را شعله ور نماید. یا کلگی برمیگرده به دخالت کشور پاکستان که نمیخواد افغانستان در ثبات دست پیدا بکنه و همیشه از هر راه ممکن سعی کرده که نیروهای مخالف حکومت و طالبان را در خاک افغانستان حمایت و تقویه بکنه. در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات که در این مراسم حضور دارد پشتیبانی های مردمی و اعلام حمایت فعالان مدنی از نظامیان افغانستان را در بلند رفتن روحیه این نیروها برای سرکوب و مقابله با دشمنان بسیار مفید می داند. و یکی شما امروز از اونا حمایت میکنین، اولین ولایتی هستین، اولین جوانان هستین در نهادهای مدنی که همین صدای دفاع را بالا کردین و حمایت میکنین از اون جوانان رشید قوتهای مسلمه که در اسپین بولدک از خاک وطن دفاع میکنن. گفتنی است که نظامیان کشور پاکستان چند روز پیش در منطقه مرزی اسپین بولدک ولایت قندهار وارد خاک کشور شدند، اما این اقدام آنان با واکنش نیروهای مرزی افغانستان روبرو شد و نظامیان کشور در برابر این اقدام پاکستانی ها ایستادگی نمودند.